سلام گرم به شما هموطنان عزیز دوستداران ادبیات و شعر و سلام گرمتر خدمت هموطنانی که کمتر عنایت دارند به شعر و ادبیات و کمتر دوست دارند. اگر بگید چرا اینطور گفتی جوابم این هست که خب اونهایی که ادبیات دوست دارن شعر رو دوست دارن خب خودشون مراجعه میکنن میخونن مطالعه میکنن و لذت میبرند اونهایی که کمتر عنایت دارن رو پس ما اتفاقا باید بحث کنیم صحبت کنیم کارهایی بکنیم که راجع به محتوای ادبیات و قناع ادبیاتمون بیشتر نظرشون جلب بشه خب اجازه بدید با یک بندی از شادروان احمد شاملو شروع کنم که میگه ناگهان ناگهان عشق، آفتاب، وار، نقاب برفکند و با در به صوت تجلی دراکند شعشعه آزرخشوار فروکاست و انسان برخاست از همین کلمه آخر بند شعر احمد شاملو بحث ما شروع میشه ی انسان برخواست اسم شعر هم اتفاقا میلاد هست و بحث ما هم همین است که بیایم ببینیم که در شعر ناصر خسرو هزار سال پیش از این این شاعر بزرگ ایران خرد و انسانیت و مسئولیت انسان و جایگاه انسان کجاست چه جایی داره و از اون سر تاریخ ناصر خسرو صحبت کنه از این سر تاریخ هم ما از جناب شاملو سآل خواهیم داشت که جواب خواهیم گرفت حکیم ناصر خسرو از نهم زیقده 394 تا 481 قمری از سخنسرایان بزرگ و فرزانگان برجسته ایران است که بر بیشتر دانشهای زمان خودش مانند فلسفه یونانی، حساب، پزشکی، موسیقی، ستار شناسی، فلسفه و بقیه دانشهای آن زمان چیرگی داشت و در سروده هایش از تسلط بر این دانشها سخن گفته ناصر خسرو به همراه حافظ و رودکی جزو سه شاعری است که به تمامی قرآن را از بر داشتند او در آثار خودش آیات قرآن را برای اثبات دیدگاههایش به کار برده او در 481 قمری برابر با 1088 میلادی 467 خورشیدی درگذشت آرامگاهش در یومگان زیارتگاه مردم است از ناصر خسرو زن و فرزندی نماند چون تا پایان زندگانی مجرد ماند ما از این بحث دو تا دستاورد خواهیم داشت یکی شناخت ناصر خسرو یکی هم شناخت کار شاعری اصلا شاعر باید چه جور کسی باشه خوشگذران احساسی سیاسی عارف دردمند کدوم یکیش یک جمله ناصر خسرو به ما این جواب میده این سوال ما رو جواب میده میگوید که شعر مرکوب اندیشه است مرکوب یعنی چیزی که سوارش میشن و بایش حرکت میکنن شعر مرکوب اندیشه است یعنی اندیشه بر شعر حرکت سوار میشه و حرکت میکنه خب در دیوان پانصد صفحه‌ای شعر ناصر خسرو هم اگه نگاه بکنید یک کلمه مده کسی نمیبینید بعضی ها میگن شاعر مدده باشه یا نباشه یک کلمه مرد در شعر ناصر خسرو نیست بسیار بسیار کم راجع به دلبستگی های زندگی از این چیزا خبری نیست هر چه هست خرد هست شعن انسانی هست کمال انسانیت هست و جایگاه انسان خب این رو از دیوانش در میاریم و میفهمیم اما آیا ناصر خسرو از روز اول زندگیش همینطور به چنین انتقاداتی بوده بعضی قطعه نگاه کنید تا ادامه ناصر خسرو تا 43 سالگی در خدمت دیوان و محیط آلوده قدرت بود در خواب دید که کسی به او میگوید هوشیاری از بیخبری و مستی بهتر است و بعد راه کعبه را به او نشان میدهد و از آن پس ناصر خسرو در چهل سال باقی عمر به دنبال خرد و دین می رود. خب شنیدیم داستان خواب دیدن فردی رو توسط ناصر خسرو که به خوابش میاد و می راه زندگیش رو عوض میکنه. اونجا گفته بود که از آن پس او راه خرد و دین در پی, پی گرفت من میخوام راجع به این کلمه دین یه مقدار الان توضیح بدم که اشتباه نشه دین مورد نظر اون زمان ناصر خسرو با آن این برداشت های ارتجایی افکار گندیده ضد بشری امثال خمینی و خامنه ای و آخوندهای که الان بر ایران حاکمن صد, صد درجه متفاوت هست خب پس گفتیم که ناصر خسرو رفت دنبال حقیقت دین اونجا حقیقت وجود انسانه بیداری انسانه دنبال حقیقت هستی رفتنه دنبال رهایی انسان رفتنه و نبرد برای اون پس باز رسیدیم به بحث انسان حالا این سوال رو داریم خب ببینیم که شاملو درباره این جایگاه انسان چی میگه از این سر تاریخ بعد میریم سراغ ناصر رو یک کوتاه از باز صدای خود دلنشین خود شاملو گوش بدید من بین با بندگکی سر به راه نبودم و راه بهشت مینوی من بزرو تو و خاک ساری نبود مرا دیگرگونه خدایی می بایست شایسته آفرینه ای که نواله ناگزیر را گردن کج نمی کند به خدای دیگر گونه آفرین این گونه این گونه سخن از انسان بودن و نگران بودن درباره ریختن حرمت انسان در شعر شاملو بسیار هست یه مرا انسان آفریده ای انسان به خدا میگوید مرا انسان آفریده ای ذره بیشکوهی گدای پشم و پشک جانوران تا تو را به خاری تسبیح گوید از وحشت قهرت بر خود بلرزد بیگانه از خود چنگ در تو زند شرمسار هر لغزش ناگزیر تنش سرگردان عرصات دوزخ و سرنگون سارهای افن انسان به خدا میگه من را اینجور موجودی آفریده ای اینه اینم در دیدگاه تو بعد خدا در آخر شعر جواب میده که من حضرت قسمتشو رو میخونم خدا میگوید هان به انسان هان اقیانوسی نیستی جلوه سیال ظلمات درون کوه نیستی خشکینه بی انعطافی محض انسانی تو انسانی تو سرمست خم به فرزانگی که هنوز از آن قطره بیش در نکشیده از معماهای سیاه سر برآورده هستی معنای خود را با تو محک میزند. هستی معنای خود را با تو محک می زند از دوزخ و بهشت و فرش و عرش بر می و دایره حضورت جهان را در آغوش می گیرد نام تو هم من خدا به بشر میگه نام تو هم من به, د... به یاوه معنایم مکن خب این این جایگاه انسان در شعر شاملو هست در قصیده هفت بیت دوم به انسان میگوید پیک جهانی تو پیک جهانی تو بیندیش نیک سخره گرفته است تو را این جهان در جای دیگه به انسان میگه ایزت بر آسمان همی خاند ایزت برای آسمان همین تو خیشتن چرا فکنی در جر جر یعنی خود رو به پستی انداختن ایزت برای تو چنین جایگاهی میخواد در جای دیگه به انسان میگه دیو دیو دنیای جفا پیشه تو را سخره گرفت دیو دنیای جفا پیشه این دنیای جفاپیشه پیشه که دیویست تو را به سخره گرفته تو را به بردگی گرفته چو بهایم چه دوی از پس این دیو بهیم مثل حیوانات دنبال این دیو وحشی چرا افتاده ای میبینید تمام نگرانی ناصر حرمت انسانه به پستی گراییدن انسانه کجا انسان به پستی گراییده میشه در حکومت ظلم در قصیده دیگه قصیده 16 بیت سیوم و پنج <applause> حرف خودش رو در برابر حکومت ستمگر اینجا میگه دیگه پند و اندرز خالی نیست نیست سوی من سر قیصر خطیر گرز زر بر سر مرو را افسر است بذار سرش تاج بذاره تاجشو مرسع سع کنه نمیدونم جواهر نشان کنه پیش من هیچی نیست قصیده بیست و یکم در بیت ششم میره سراغ آخوندها سراغ زاهدان ریایی دین فروشان ببینید موزش در برابر اونا چیه بی خود نیست که تردش کردن از همه جا گر زود همی جویی چندین به در میر چون میدوی ای چون اسب دوالی تو که میگی دنبال زودم زود میتلبی به در میر چرا میری به در امیر سلطان مانند اسب دوال میدوی اسب دوال یعنی اسبی که به چرمش دائم شلاق میزنن که حرکت کن یعنی میر میزنه به گرده های شما از شما حمایت بگیره و تایید بگیره و میرید دنبال ثروت گرفتن از قدرت امیر خب این درک انسان از این درک با والای ناصر خسرو از انسان است که او رو بزرگترین گوینده روشنبینان ناآرام قرن پنجم هجری نامیدند در نگاه به زمانه ناصر خسرو می بینیم که یک انحطاطی جامعه رو فرا گرفته از پایان عصر سلطنت سلطان محمود غزنوی که اون عزت ایرانی رو با خ... سرخم کردن پیش خلفای بغداد از بین برد در عصر سامانیان یک استقلالی بود و یک شکوفایی در ایران ایجاد شد اما سلطان محمود غزنویدی که آمد به انحطاط کشید بعد از اونم در دوره سلجوقیان که ستم بسیار شدیدی بر مردم شده اینها دنبال همون اتحاد شاه و شیخ بوده یعنی سلاطین ایران خودشون به نام خلیفه بغداد خلیفه هم یعنی خلفای عباسی خلفای جور سکه می زدند به نام اونا خطبه می خوندند. خب ناصر خسرو با این شخصیت ضد ستم و ضد دین فروشیش چیکار کنه این وسط میره سراغ به سفر میره میره مصر اونجا خلفای فاطمی بودن ولی بسیار توسط این, این دین فروشان و این حکام جور اذیت میشه آزار اذیت میشه تا اینکه در هیچ جا دیگه آرامش نمیزنن میره به در ری در بدخشان در ری نیومگان اونجا در یک برجی اونجا تا آخر عمر نه زن گرفته نه بچه داشته نه ز... هیچی همش دنبال اینه که این حراست بکنه و پند بده و اندرز بده و مردم که چرا چنین چیز میشید اگر حکیم از چنگ متعصبان بلخ جانی به سلامت برده است تنها به پاس مقام فضل و علم و حکمت وی بوده است و گویا وی قبل از فرار کردن از بلخ مدتی هم در آن دیار مخفی میزیسته است و پس از آن هم مدتی متواری بوده است ماری وی چون از بلخ فرار و به اصطلاح خودش مهاجرت کرد به مازندران رفت در این بیت بدین مهاجرت اشارتی دارد برگیر دل از بلخ و بنه تن ز بهر دین چون من غریب و زار به مازندران درون هم به جهت در امان ماندن از گزند متعصبان رو به قلعه یومگان واقع در اقصای خاک بدخشان نهاد چه یومگان شهری حسین بود در وسط کوهی و به واسطه صعوبت مسالک آن احدی را قدرت تسخیر آن نبود قدری هم با نگاه به اشعار ناصر خسرو مواضعش رو ببینیم میگه در عصر سلجوقیان نان چاکر نانپاره گشت فضل و ادب فضیلت و ادب چاکر نانپاره گشت یعنی لغمه نان علم به مکر و به زرق معجون شد علم قاطی شد با زرق و برق فریب زهد عدالت سفال گشت و حجر جهل و صفه زر و در مکنون شد زهد چی شد؟ سفال گشت و سنگ عدالت نادانی و جهل زر شد یعنی جاش رفت بالا فعل فعل همه جور گشت و مکر و جفا یعنی جز جور و جه مکر و جفا کاری نمی کنن. قول همه زرق و وعده و افسون شد گفتار چیه؟ همش وعده و دروغ ملک جهان گر به دست دیوان بود حکومت اگر در دست دیوانه باز کنون حالها همیدون شد بازم هم همچنان رفته سر به فلک برکشید سر به فلک برکشید بیخردی مردمی و سروری در آهون شد انسانیت و مردمی یعنی انسان بیاد سروری یعنی سرفرازی افتخار اینها همه رفت کجا؟ در زیر زمین ها خب <تصفح> حالا بریم سراغ دین فروشان این سهم حکام دین فروشان ظاهربینی آخوندی رو اینطوری میگه پوشیده به جامعه مسلمانی ای عورت کفر و عیب نادانی پوشیده به جامعه مسلمانی تو اصلا سرابات کفره جامعه مسلمانی پوشیدی ترسم که نه مردمی به جان هرچند یعنی اگر به جان در شکل جسمانیت مر آدمه شکل آدمه از شخص به مردمان مانی فقط شکلته از بعد از آخوندا و دین فروشان میره سراغ خود مردم خطابهای او رو به مردم نگاه کنید در یک نامه شعری هست بسیار دلنشین نامه به مردم خراسان می با شکایت با لحن شکایت از مردم خراسان شکایت به خاطر همون که در برابر ظالم نمی خیزید <تصفح> چی میگه سلام کن زمن ای باد، مرخوراسان را مر اهل فضل و خرد را نه و نادان را باز اینجا میگه با نادان من حرف ندارم من با اون روشنفکران دارم صحبت کنم مر اهل فضل ما با اونا به اونا سلام من رو برسون <تصفح> بهشون بگو که به ملک ترک چرا قره اید یاد کنید حلا جلال و عزت محمود زاولستان را میگه در حکومت این سلجوقیان چرا اینجوری به خاری افتاده اید شما فریفتگان پیش او همی گفتید هزار سال فزون باد عمر سلطان را میرید ای اهل فضل و ادب ای روشن فکران میرید در برابر ستمگر میگید هزار سال فزون باد عمر سلطان را خب بعد مردم رو سرزنش میکنه که چرا به فرمان دیو عمل میکنید نگاه کن که چه فرمان دیو ظاهر شد نماند فرمان در خلق خیش یزدان را یعنی فرمان دیو که حاکم شد این فرمان یزدان رو فراموش میکنه به قول به قول بنده یزدان یزدان قادرند به قول بنده یزدان قادرند ولی به اعتقاد همه امتند شیطان را در گفتار بنده یزدانیم در عمل امت شیطان خب الحمدلله که امروز اگر ناصر خسرو بود دیگه اینطوری نمیتونست به مردم بگه چون همه مردم سراسر ایران دارن میگن مرگ بر استبداد مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر این شیخان قاردگر خونخوار و اگر ناصر خسرو الان میخواست نامه ای بنویسه به مردم ایران دیگه باید تجلیل مینوشت و تشکر میکرد از این همه فداکاری <تصفح> اما اما اگر نامه به اون اونهایی بنویسه که میرن پیش خامنه ای مینشینن شعر میخونن چی در همین شرایطی که مردم این همه در زندان ها این همه تو خیابان ها جان میدن نون به مردم سفره های مردم نمونده یک عده ای به اسم شاعر به اسم نویسنده به اسم هنرمند به اسم سینماگر میرن در درگاه آخوند خامنه ای اونم آخوند خامنه ای کاش که یک آخوند به در بخوری باشه شعر میخوانه اصلی ترین جواب ناصر خسرو به این شاعرانم بگم میگه من آنم که در پای خوکان نریزم من آنم که در پای خوکان نریزم من این قیمتی لفظ در دری را این کلام دری این زبان فارسی این شعر ادبیات فارسی حرمت داره به پای خوک چرا میریزید در پایان بحث امروزمون یک نکته اضافه کنم که درست مشابه همین شعر جناب ناصر خسرو که خوندم سلام کن ز بنی باد مر خراسان را سانرا درست به همین وزن و با همین محتوا شعری احمد شاملو سروده در زندان به اسم حبسیه در سال 1333 از زندان این شعر سروده و برای پدرش فرستاده گویا که توصیه شده بایش که آقا یک تعهدی بده از زندان بیا بیرون یعنی کوتا بیا ندامتی بکن از زندان بیا بیرون زندگی بکنی و بهش برخورده و این ناصر خسرو که سرزنش میکنه اون تسلیم شده گانه رو اون خیش خودش رو هم همینطور نصیحت میکنه و میگه من به من چنین حرفان نزن این دو بیت از خودتون بقیهش رو بخونید اسم شعر هست نامه در مجموعه شکفتن در مه نوعی از حبسی است میگه مرا به پند فرو مای جان خود مگزای که تفته نای ادم آهن بدین دین حقی آذر. تو راه راحت جان گیر و من مقام مساف تو جای امن و امان گیر و من طریق خطر با تشکر از شما که امروز همراه ما بودید انشاءالله در برنامه های آینده شعر در آینه در خدمت شما خواهم بود و با یک توشه دیگری از ادبیات غنی کشورمون خدمت شما خواهم رسید با تشکر موفق و پیروز باشید